اما اندام‌های درونی اختیارش دست ما نیست. کلیه ها این سانتریفیوژ همینجوری کار میکنه، بعد میگه خب این اورست بره این ور، این کراتینه، این سمه، این کوفته، این خوبه، این چی میبره این تو نمیکنه، بعد یهو پر میشه و آمپر میچسبونه. فشار اومد بالا، آمپر چسبون، بلند شدید رفتید بیرون برای اجابت مجاز زجاج مزاج میدید بر همین سرویس بهداشتی، که البته در ایران تنها چیزی که در سرویس های بهداشتی ما وجود نداره بهداشته. خیلی ها نظافت میرن کسافت برمیگردن اگه دقت کنن، و دلیل داره. چرا؟ اگر دقت کرده باشین اکثر درب های توالت عمومی های ایران از تو قفل نمیشه، دیدی؟ حتی قفل میکنی خودت میبینی، میگی سه بار این زبونه میره تو، بعد میگه خب امتحان کنم ببینم، چون آدم حتی در ماشینش هم که میزنه قفل میکنه برای اطمینان، میگه خب قفله. این دیگه خیلی حساس تر از ماشینه، موضوع آبروئه. تو سه بار قفل میکنی این زبونه رو میبینی سه بار رفت تو، بعد برای امتحان میبینی باشد ای بس این تو چی میرفت وقتی قفل میکردی؟ من دیدم داره میره تو قفل کرد. بعد میگه نه شاید من بعد چرخوندم. دوباره که میبینی گیر کرد، میگه خب پس برمیگردونی از اول سه تا دیگه میزنی، میبینی از این ور دفعه باز شد. یعنی درها اسکل میکنن تو سرویس بهداشتی آدمو. بعد آدم هول میشه چون هی فشار ما بی وجدانا انگار مرض. آقا تو که میدونی این درها مشکل داره قفل نمیشه، انگار مرض دارن 4-5 متر این سنگ کاسه توالت رو از درب تو از شوی فاصله میدن. خب بی وجدان تو میبینی این اینجوریه، این بی صاحبو بچسبون بیخ در، که وقتی طرف در رو وا میکنه پاشو بذاره اون ور سنگ بشینه و تکیه بده به در، تا وقتی یارو هل میده اینم هل بده، و اتفاقا تحت فشار تخلیه هم زودتر انجام میگیره. اینا علمیه، من نمیدونم چرا اصلا به حرفای ما توجهی نمی کنم. هر سال دارن سنگا رو فاصله بیشتر میدن. براتون پیش اومده که الکی داره میخندی، طرف میاد عجله داره داره میچره که این درا رو میبنده، بعد میگه ولش کن بی صاحب، میای رو سنگ که وای میسی تازه عمق فاجعه رو میفهمی. تو اینجای سنگ اینجاست، در اونجاست، چه خاکی تو سرت کنی، اینم که داره میریزه. و از ترس و استرس مجبوری حالت نیمخیز و حمله به خودت بگیری. آره دیگه، که اگر اون اومد تو هم بری، اما تو هیچ وقت حریف اون نمیشی، چون پوزیشن خودت نگاه کن، تو حالت خرچنگی هستی، اون سر پا ایستاده قدم زنان میاد، تو چجوری خرچنگی میخوای اینجوری بری در سمت در؟ تو حالت خودتو ببین، تو خرچنگی شلوار اینجاست کمربند آویزون، یارو داره میاد تو تا بری اون اومده تو رو گرفته یقه کرده، تو باختی. بعدن توالت های ایرانی تا وا میکنه همه جا پیداست، اون توالت فرنگی هاست که دیدی میشینه یارو اصلا انگار که نشسته رو صندلی، چیزی نمیبینی تو. هی ما میگیم خارجی های کسافت، چقدر فرق ماجراست. دیدین توالت فرنگی ها رو صندلی میشینه قشنگ، وارد میشی میگه که what are you doing here، میگه آه ساری نو پرابلم، میره اونم همچون که نشسته ادامه روزنامهشو میخونه. بعدم که تموم میشه با یه تیکه دستمال کاغذی طهارت میگیرن، آه میان بیرون. اون وقت ما میخوایم طهارت بگیریم، شیرابو ولرم میکنیم، سرد میکنیم، گر خب نه میسوزونه بذار سرد گرم کنم، او یخ سرد یخ سرد. بعد که تازه آب تنظیم میشه شروع میکنیم همینجوری قیش قیش قیش، یعنی تا صدای سینی تمیز نیاد ول نمیکنیم. این اضافه کاریه، این ما یه عظیم هم میفتن بوله بالا هستم انرژیا بو بالا، یه حالش خوبه پایین جیر چون ایرانی ها کلن 4 دوره بیشتر زندگی ندارن. اول دوره جسته تا 24 سالگی، دیدین انواع اقسام
فیگورها رو میگیرن. اونقدر که الان اینستاگرام پسرها رو با حجاب کرد، گشت ارشاد دخترها رو نتونست با حجاب کنه. هر پسری الان یه روسری سرش کرده عددو ایوان سی شامی بود دیدی کلیپاشو میگه جاب اسمش خیلی زیاد توی اینستاگرام فراوون، خیلی زیاد. دوره اول دوره جست تا 24 سالگی رو فرمه جست میگیره، همش میخواد عکساش باحال باشه و همیشه عکسشو یه جوری تو پروفایل میذاره که زنبورا رو جذب کنه. اینقدر که الان پسرای ایرانی توی گوشیشون عسل دارن، زنبورا تو کندوشون عسل ندارن. من بگم که بدونید عمق فاجعه کجاست. دوره دوم دوره قسط، از جست به قسط. مثلا ما شعر داریم در تکمیل صحبت سعدی علیه الرحمه که زگهواره تا گور قسط بده، مال ایران. تا 40 سالگی قسط و بعد دوره تست. بله، شما تا 50-60 سالگی همش تست باید بدی که چه تداری میمیری و بعد از اون هم دوره فس دیگه تمومه ماجرا، اینجا پرونده بسته میشه. دوره دیگه خدا شاهد چند دسته از مردمان هستن اصلا نمیدونم جایگاهشون چرا اینقدر بهشون توهم میده بعضی وقتا. ناجی غریقا رو دیدین؟ جوری لب استخ قدم میزنه و طوری مونه که تو آبن نگاه میکنه انگار اونا همه بابوان. این خیلی مثلا به شنا بلده. حالا من یه سری دخترایی که تو آژانس های هواپیمایی تریپ خلبان میگیرن دیدی؟ یه بلیط میخواست صادر کنه انگار خلبان سفینه فضایی. یه سری افسر راهنمای رانندگی تو ایران خیلی باحالن، جوری شق و رق با میسه. تو خارج مثلا نگاه میکنی فیلم ها رو، کسی تخلف رانندگی میکنه پلیس متوقفش میکنه، تو ماشینش مینشینه، پلیس میره میزنه به شیشه، با احترام دولا میشه میگه قربان شما تخلفی مرتکب شدین، اجازه دارم مدارکتون رو چک کنم؟ وقت تو ایران در رو نمیبنده، میدونه ننویز جان مادر و دستشو میبوسه پاشو میبوسه. آقا چه خبره؟ اگر تخلف کردی خب جواب بده. پاشو میبوسه دستشو. من میگم ببینی اصلا عجیب غریب. شما تبلیغات ها رو نگاه کن، هر روز داره برای من لیزر موهای زائد میگه من خرس پشمالو هم. 5 صبح برای من اسمس اومده قالیشویی شربت اغلی هیچ شعبه دیگری ندارد. یک روب تو جا نشسته بودم بغض کردم چون فکر میکردم اینا شعبه دیگه دارن نمیگن. آرامش که بدا کردم خوابیدم. اخیران هم اسمس لوازم مخصوص آقایون. من نمیدونم آقایون مگه لوازم یدکی هن؟ لوازم مخصوص آقایون چیه؟ اخیران باز لوازم مخصوص آقایون مردم. بعد تبلیغ از اون چی که در تلویزیون شما میبینید تا اون چی که در خونه اتفاق، یخچال نشون میده چه ساید بای ساید چه معمولی، در یخچال یه خانم خیلی خوشگل وا میکنه، ردیف چیده شده انواع سوسیس کالباس و گوشت و میوه‌جات و شیش. در واقع میره در یخچال خونتون وا میکنه، اول یه قابلمه برنج مال 3 روز قبل میفته رو پاد. تو جام میوه پر بادنجونه، جا تخم مرغی هم پر شربت سینه و قرص، 2-3 تیکه زغال هم گذاشتن اون تا که بوی یخچالو بگیره. ما به کجا رسیدیم واقعا و داریم با خودمون چه کار میکنم نمیدونم. چقدر خوشحالم که ایفای نقش میکنیم اینجا در قالب یک استنداپ کمدی یا که شومن طنز و عزیزانی تو سالن من میبینم. امشب من خدمتتون عرض کنم 2000 مهمان ویژه در این سالن حضور دارن که شما خوبان هستین و خاک پای شما رو سرمه چشمان خودم هم میکنم و از همه تونم ممنونم. میان شما مهمانان ویژه تعدادی از هنرمندانی که محبوب قلوب ایرانیان هستند در ادوار مختلف به خاطر هنر زیباشون و اخلاق خوبشون اینجا حضور دارن. خوشحالم از این که اینجا دارم ایفای نقش میکنم و اجرای برنامه طنز میکنم و گل لبخند رو بر لبان جناب آقای امین تاروخ میبینم. درود بر شما آقای تاروخ، خیلی خیلی خوش آمدین، متشکرم. کسانی مثل امین تاروخ اگر سالیان سال حتی سریال و فیلم و سینمایی هیچی بازی نکنه انقدر محبوبیت دارن که همیشه برای مردم تازگی دارن و من همیشه قبطه میخورم به این جایگاه ارزشمند شما عزیز بزرگوار. یک بار دیگه دستایی میخورم به افتخار. از موضوع پرد نشیم. شما توی همین تبلیغات ماهواره‌ای میتونی بفهمی که
تبلیغات ماهواره ایرانی ها هستن اونور تبلیغ میکنن. دیدی تبلیغات ایرانی ها رو؟ آیا رنج میبرید؟ آیا از کوتاهی قد خود رنج میبرید؟ آیا از تاسی سر خود رنج میبرید؟ ما برای کوتاهیش و تاسیش کاری نمیتوانیم بکنیم. از این بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده آرشیو شده در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی